سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. عکس العمل سفارت ایالات متحده در مورد مظاهرات خونین در کابل. پیامدهای این مظاهرات تا کنون چی بوده؟ تازه ترین ها را با شما شریک می سازیم. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا می گوید که گذشت و حوصله در برابر پاکستان دیگر غیر معقول است. نکات مهم مصاحبه ما با آقای خلیلزاد را خواهید شنید. و گزارش خواهیم داشت از روند بازی های تیم ملی کرکت افغانستان در برابر وست ایندیز. امید تا اخیر ما را همراهی کنید. بر مراسم تدفین سالم زدیار پسر معاون مشان و جرگه حملات انفجاری صورت گرفته است. در کنار جزئیات بیشتر این خبر گزارش های مهم دیگری نیز خواهیم داشت. با تقدیم سلام بر شما، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز شنبه 13 جوزه سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. مراسم به خاک سپاری پسر محمد علم ایزدیار معاون مشان و جرگه بعد از ظهر امروز مورد حملات پیهم انفجاری قرار گرفت. محمد سالم ایزدیار دیروز در مظاهراتی که در شهر کابل برپا شده بود جانش را از دست داد. در انفجارهایی که امروز در مراسم تدفین او در کابل رخ داد تعداد کشته و زخمی شدند. البته جزئیات بیشتر این خبر را تا لحظات بعد تقدیمتان خواهیم کرد. اما قبل از آن خبر دیگر. سفارت ایالات متحده ای امریکا در افغانستان در رابطه با مظاهرات دیروز کابل اعلامیه این نشر کرده و در آن گفته است که دشمن در صدد سوء استفاده از خشم و اندوه مردم و ایجاد تفرقه و بی‌ثباتی در افغانستان است. در این اعلامیه که از آدرس هوگو لارنس شارژ‌دپیر خاص سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل پخش شده آمده است که مظاهرات روز جمعه بازتاب دهنده مایوسی تعداد زیادی از افغان‌ها بود، اما در حالی که مظاهرات صلح‌آمیز در یک دموکراسی مورد پذیرش است، عناصر تنگ نظر سیاسی از این فرصت برای دامن زدن به خشونت استفاده کردند که منتج به مرگ و اندوه بیشتر گردید. شارژ‌دپیر خاص سفارت ایالات متحده ای امریکا افغانها را به اتحاد و همبستگی فراخوانده و افزوده که نشست پروسه کابل به تاریخ ششم ماه جون به میزبانی حکومت وحدت ملی فرصت خوبی برای دادن پیام همبستگی می باشد. جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید که با وجود تهدیدهای بلند امنیتی نشست پروسه کابل که قرار است در آن 27 کشور و شماری از نهادهای جهانی اشتراک ورزند در زمان معین آن برگزار خواهد شد. آقای مراد که درباره آخرین تحولات امنیتی شهر کابل صحبت میکرد همچنان گفت که نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت نشست پروسه کابل روزهای پرکاری را پیش رو دارند و او به نمایندگی از این نیروها خواهان همکاری مردم است. کنفرانسی که پیش رو هست یک کنفرانس بسیار مهم است و الی امر ثانی از تمام برادرایی که دیروز به تظاهرات اونا شریک بودن اونا را در جریان قرار میتیم که الی امر ثانی از تظاهرات خودداری بکنن. البته قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در دیدارش با سفیران کشورهای مختلف و نمایندگان سازمانهای جهانی مقیم در کابل گفته است که پیشنهادهای نشست پروسه کابل باید جنبه عملی داشته باشند تا پالیسی ها بر امنیت افغانستان، منطقه و جهان مؤثر واقع شوند. آقای غنی همچنان گفته است که نشست پروسه کابل تنها برای افغانستان نیست، بلکه سود منطقه و جهان نیز در آن در نظر گرفته شده است. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در کابل و ملل متحد میگوید اگر دخالت پاکستان در حمله اخیر کابل ثابت شود، امریکا باید روی درج ساختن نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغان غور جدی نماید. آقای خلیلزاد می‌افزاید که فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی در 16 سال گذشته بر پاکستان که از سوی ایالات متحده اعمال شد، نتایج مطلوب را در قبال نداشته. بنابراین نیاز است تا حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی بخصوص امریکا دست به اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تر بزنند.
ساعات پس از حمله مرگبار چهارشنبه در کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که شبکه حقانی در تبانی با سازمان استخبارات نظامی پاکستان این حمله را در پاکستان طرح‌ریزی کرده بود. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت افغانستان و جامعه بین المللی با این حمله وحشیانه رفتار مشابه مثل سایر حملات نماید، نه تنها یک اشتباه خواهد بود بلکه فرصت حساب‌دهی قرار دادن پاکستان در برابر اعمال آن کشور نیز از دست خواهد رفت. وی علاوه کرد: پیشنهاد من این بوده که امریکا شروع بکنه بحث از این که چطور پاکستان شامل لیست کشورهایی که عامی گروپ‌های تروریست هستند در او شامل شود. این بحث شروع شود. جنبه‌های مثبتش چیست؟ جنبه‌های منفیش چیست؟ این که یک حقیقت که وجود داره به اساس از او رفتار نشه، آیا تمام این مفکوره لیست کشورهایی که عامی تروریست هستند اما وزن و مشروعیت خود از دست میده که کل قبول کنند که این یک کشور است از گروپ یک گروپ تروریستی حمایت میکنه اما در لیست نیست. پس معنای زی لیست، وزن زی لیست، مشروعیت زی لیست چی میشه بعد از اگر چنین رفتار امرای پاکستان شود؟ خلیلزاد میگوید به سادگی میتوان ثابت کرد که در برخی موارد سازمان استخباراتی پاکستان از شبکه حقانی به مثابه گروه نیابتی در افغانستان استفاده کرده است و در برابر اقدامات تازه بهای زیاد باید پرداخت. اما میگوید دوام سیاست‌های فعلی معقول نخواهد بود. قیمت‌های هست که باید پرداخته شود در مقابل فیصل‌های نوی که صورت می‌گیره، مثلا حمله سر مراکز تروریستی در پاکستان، مثلا درباره لیست. اما اتو نیست که این طرف اگر دوام بده سیاست فعلی را دوامش قیمت نیست. به فکر من قیمتش زیادتر است از قیمت‌های که در قدم‌های دیگه که ما پیشنهاد کردیم، چون چیزی که تا حال ما کردیم کار نداده. آقای خلیلزاد گفت و لازم است جامعه جهانی استراتژی نوی را در برابر پاکستان اتخاذ کند. استراتژی نو باید نزداشت باید پیشنهاداتی که مثلا ما هم کردیم که شامل کردن پاکستان در لیست، شروع بحث در باره ازی عمله بر مراکز تروریستی در پاکستان مثل که با عمله سر ملا منصور شد، میشه که حمله های دیگه در اراضی پاکستان در مراکز تروریستی صورت بگیره، فشارهای بیشتر اقتصادی، قدم های نو برای ازی که مشکل ساخته شود که گروه تروریست های مثل گروه حقانی نفوذ پیدا کنند در داخل تشکیلات امنیتی. خلیلزاد تاکید می کند که در پهلوی بحث های جدی در مورد قرار دادن پاکستان در زمره کشورهای حامی دهشت افغانی، رئیس جمهور افغانستان خود موضوع حمایت پاکستان و تندروان و گروه های دهشت افغان را در شورای امنیت ملل متحد مطرح کند و به رهبران دول عضو این سازمان از فعالیت پاکستان آگاهی دهد. وزارت داخله افغانستان از اعتراض کنندگان خواست است که بنابر دلایل امنیتی تا امر ثانی از برگزاری مظاهرات خودداری ورزند. مراد علی مراد، معین امنیتی این وزارت، میگوید که تهدیدهای امنیتی بسیار زیاد است و اعتراض کنندگان باید این تهدیدها را درک کنند. اما اعتراض کنندگان که هنوز هم در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری خیمه برپا کردند با ادامه اعتراضها تاکید میورزند. جلال میرزاد با شرح بیشتر. هنوز اعتراض کنندگان در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان برخواست ها و اعتراض هایشان ادامه می دهند. دولت افغانستان در این ارتباط به این قضیه امروز در جلسه امنیتی که در ارگ دایر شد، لوی سارنوالی افغانستان را هدایت داد که هرچه عاجل موضوع را با تمام جزئیات تحقیق و عاملین قضیه را مطابق قانون مجازات خواهند نمود و جریان تحقیقات و نتایج به دست آمده مردم کابل و مطبوعات عزیز ما در جریان قرار خواهد گرفت. اعتراض ها دیروز این گناه آغاز شدند، اما پس آنها به خشونت گرایید.
که در نتیجه به گفته اعتراض کنندگان نزدیک به 6 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. اعتراض کنندگان هنوز برخواستهایشان که کنار رفتن رهبران دولت وحدت ملی، اصلاح سیاست‌های امنیتی و به دار آویختن عاملان حمله‌های انتحاری و انفجاری است تاکید دارند. هرچند این اعتراض‌ها را بسیاری‌ها به گروه‌های سیاسی نسبت می‌دهند. حرکت ادامه پیدا میکنه و هیچ کسی هم نمیتونه این جنبش معامله بکنه برای خودش یا برای حزبش یا برای گروه شخصی خودش. همه شمایی که در اینجا هستین، جوانانی که خون دادن، فامیلایشان، خانواده‌هایشان، مردمان و اقوامی که در سراسر دنیا و افغانستان با ما همبستگی کردن، در این جنبش باید حضور داشته باشن. اعتراض کنندگان حمله بالای تظاهر کنندگان را جنایت بشری میدانند و میگویند که باید عاملان این جنایت به دادگاه کشانیده شوند. سازمان عفو بین الملل رویداد دیروز را در برابر اعتراض کنندگان جنایت بشری دانسته و از حکومت خواسته است تا عاملان این جنایت را به دادگاه بکشاند. دادخواهی ادامه دارد. دیروز حکومت مرتکب جنایت جنگی شده، جنایت بشری انجام داده در برابر فریاد عدالت خانه شهروندان مدنی باور و عدالت باور با گلوله و با تفنگ پاسخ دادند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شدند که 3 روز پیش در حمله موتربم نزدیک به 90 تن جان باختند و بیش از 400 تن دیگر زخم برداشتند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. در اعتراض به انفجار روز چهارشنبه در کابل، شماری از افغانهای مقیم شهر واشنگتن دی سی و حومه آن نیز دیروز در جلوی سفارت پاکستان جمع شده و خواهان توقف مداخلات پاکستان در امور افغانستان و توقف حمایت آن کشور از شورشیان و دهشت‌افکنان گردیدند. این مظاهره از سوی گروهی از جامعه مدنی افغانها سازماندهی شده بود. دو تن از اشتراک کنندگان این اعتراض مدنی به تلویزیون آشنا چنین گفتند: حال تا گلو نشیده برای مردم افغانستان و مردم افغانستان هر روز هر هفته از دست این گروه تروریستی آیسای پاکستان و دیگه گروپ های تروریستی که امرای از همکار هستند و دولت فاشیست پاکستان، امرای هردوی فاشیست پاکستان، اینا هر روز جان مردم شریف ما را میگیرند و ما از پیششان خواهش میکنیم که اینا باید استاپ کنن این عمل تروریستی خدا. ما اینجا آمده ایم که برای برادرای و خواهرای افغانای خود اینجا سپورتشان میکنیم. یک بسیار یک انتحاری بسیار خطرناک شد افغانستان، بسیار مردم زخمی کشته شد. اگر ما اینجا آمده ایم که امرای برادرای خود اینجا ساده شویم، از اینجا سپورت میکنیم. ما متاسفانه ما خود کابل نیستیم، نمیتونیم امرایشان سپورت کنیم، منتها ما اینجا هستیم امرایشان. مقامات پاکستان میگویند که آنان تاکنون حسابات بانکی 5000 فرد مظنون در فعالیت‌های دهشت‌افکنی را منجمد ساخته و دسترسی آنان به 3 میلیون دلار را قطع کرده است. اما با این هم در نشست نهاد بین‌المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی که طی ماه جاری در اسپانیا برگزار می‌گردد، ممکن اسلام آباد مورد بررسی موشگافانه‌تری قرار گیرد. تحلیلگران و مقامات میگویند که ضعف سیاسی و موجودیت گسترده حامیان افرادگرایی در سراسر پاکستان امکان جلوگیری از تمویل گروه‌های تحریم شده و دهشت‌افکن را در آن کشور دشوار ساخته است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید با وجود تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ترک پیمان رسیدگی به تغییرات اقلیم، این پیمان منعقده پاریس تغییر ناپذیر خواهد ماند. آقای ماکرون دیروز بعد دنبال دیدار با آن هایدلگو شاربال پاریس و مایکل بلومبرگ شاربال پیشین نیویورک گفت که تطبیق توافقنامه پاریس یک مسئولیت و واجب است. از سوی دیگر مایکل بلومبرگ شاروال قبلی نیویورک گفت که شهرها، ایالات و نهادهای سرمایه گذاری امریکا می توانند تعهداتی را که حکومت امریکا در پیمان پاریس داده بود برآورده سازند و برای این کار به گفته او نیازی به واشنگتن دیدن نمی شود. در آیرلند برای نخستین بار یک سیاستمدار همجنسگرا که فرزند یک مهاجر هندی است به حیث صدر اعظم تعیین خواهد شد. لیو واراتکر 38 سال عمر دارد و به روز جمعه توانست در انتخابات رهبری حزب برسر اقتدار با کسب 60% آرا برنده گردد.
و این ترتیب زمینه رسیدن او به کرسی صدارت هموار گشت و انتظار می رود که به تاریخ 13 جون از سوی پارلمان رأی تایید بگیرد. او جوانترین فردی خواهد بود که به مقام صدر اعظم آیرلند دست می یابد. انتظار می رود که او در دوران صدارتش با آزمون های فراوان اقتصادی و منطقوی مواجه خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی سلسله رقابت‌های بیساوره در مقابل تیم وست اندیز با شکست مواجه گردید. با آن هم بازیکنان افغان می‌گویند که در رقابت امروزی تلاش خواهند کرد تا این باخت را جبران کنند. همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده از شهر سنت کیتس گزارش فرستاده که با هم یک جا می‌بینیم. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی 20 اوره کرکت را با سکوت آغاز و با سکوت پایان بخشید. در سلسله رقابت‌های بازی‌های 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان نخست به بیتینگ پرداخت، اما بازیکنان این تیم یک پی دیگر از میدان حذف شدند. بیشترین دوش را راشد خان انجام داد. تیم ملی کرکت افغانستان هدف ساده 111 را به تیم حریف تعیین کرد. تیم ملی کرکت وست اندیز که قهرمان جهانی این نوع بازی کرکت است توانست در 16.3 اوور خود را به هدف برساند و در نخستین دیدار تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد. با آن هم سی آر برایت وایت کپتان تیم ملی وست اندیز به تلویزیون آشنا گفت که تیم افغانستان را در رقابت‌های بعدی نیز جدی خواهند گرفت. افغانستان را به مسابقه رقیب خیش احترام داریم. تیم افغانستان ما را در جام جهانی شکست داده است. محمد نبی و راشد از بازیکنان شایسته این تیم هستند. او افزود که تیم افغانستان را نباید کم شمرد و ممکن افغانستان به روز شنبه بازی بهتری را از خود به نمایش بگذارد. بازی روز گذشته تیم ملی افغانستان برای ادای احترام به قربانیان رویداد کابل با خاموشی آغاز شد. برخلاف روال عادی سرود ملی هر دو تیم نواخته نشد و بازیکنان برای لحظه خاموشی اختیار کردند. حمله وحشیانه ای که در کابل رخ داد و شمار زیادی از هموطنان مادران شهید شدند، قهرمانان ما همیشه در غم مردمشان شریک بودند. او افزود که در رقابت روز گذشته بتسمن های تیم ملی کرکت افغانستان بی مسئولیت بازی کردند، زیرا برای تیم حریف باید هدف بلندتر تعیین میشد. قرار است بازی‌های بعدی تیم افغانستان به روزهای شنبه و دوشنبه برگزار شود. محمد هاشم حبیب‌زاده، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر سنت کیتس. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. حزب سابقه دار کمونیست در روسیه و اعضای کهنه‌کار و سالخورده آن تلاش می‌ورزند تا جوانان را با فرهنگ پاپ جلب و جذب کنند. اما نسل جوان روسیه پیوستن به حزب کمونیست را عقیدگرایی می‌پندارد. از زمان تأسیس حزب کمونیست روسیه، وارث حکومت زمان اتحاد جماهیر شوروی و آغاز جنبش پیشگامان جوان آن 95 سال گذشت. تمام این گروه امروز به کمسومول پیوسته است. اینها امان افرادی هستند که ما آنان را چند قبل پیشاهنگان یا پیشگامان خطاب کردیم و اخیراً 60,000 تن از نسل جوانتر عضو حزب شدند. حزب وجود دارد و پیش می رود. اما حزب کمونیست مانند رهبر 73 ساله آن پیر است. موضوع این است که حزب کمونیست یک حزب بازنشستگان است، اما یک تغییر نسل در جریان است و نسل‌های گذشته از بین می‌روند. حزب کمونیست روسیه با استفاده از تصاویر افراد برجسته و فرهنگ غرب در تلاش برای جذب جوانان است. اما جلب و جذب جوانان مدرن روسیه با کمونیسم آزمون کوچک نیست. کس نمیتواند بگوید که کمونیسم خوب بود یا بد. این غیر ممکن است که دوباره به سوی کمونیسم رو آورد. مثل اینکه رفتن زمان به عقب و یا با فشار کریم دندان را دوباره به تیوب آن داخل کنیم. بازگشت به سوی کمونیسمی که در گذشته بود غیر ممکن است.
نگرانی ها در مورد فساد و رشد نابرابری ها برخی از جوانان روسی را به سفارایی برانگیخته است. لکن لزوماً هدفشان بازگشت با آن نوع حزب کمونیست نیست که اجدادشان عضو آن بودند. هیچ کسی مثل گذشته اتحاد جماهیر شوروی را نمیپذیرد، اما باورهای سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و همچنین نگرش مثبت به گذشته شوروی طوری که مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد اغلب در میان بسیاری از جوانان آغاز شده است. صرف نظر از هر گونه رهبری نسل بعدی، عده محدود انتظار حزب را دارند که زمان انقلاب حزب ولادیمیر لنین را با یک آزمون واقعی برای نخبگان حاکم روسیه در بر داشته باشد. حزب کمونیست در بیشتر سیاست‌های داخلی و تقریباً همه پالیسی‌های خارجی از کرملین حمایت کرده است. لیلا محبی بازیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. کتابی به نام صدای امینه که مؤلف آن یک دختر نوجوان مسلمان پاکستانی است، در شماری از مکاتب متوسطه آمریکا تدریس شده و مطالب آن به هدف دفع اسلام ستیزی تهیه شدند. شاگردان خردسال و معلمان آمریکایی و نیز مؤلف این کتاب که برنده جایزه شده است، در گفتگوی با صدای آمریکا اظهار امیدواری کردند که این کتاب بتواند در شناسایی اسلام به خوانندگان مفید واقع شود. نجیب خلیل با شرح بیشتر. هنا خان یک دختر آمریکایی پاکستانی الاصل است که می‌خواهد سوی تفاهمات را نسبت به اسلام از طریق داستان یک دختر جوان مسلمان رفع کند. کتاب او صدای امینه نام دارد و هدف آن کمک به آمریکاییان است تا آنها درک کنند که مسلمان بودن در ایالات متحده چه مفهوم دارد. So I think it's really important through storytelling. بنان من فکر میکنم بسیار مهم است تا از طریق گفتن یک داستان و از طریق شخصیت داستان آنها بتوانند خود را در قالب آن ببینند و بشناسند و این مطلب را درک کنند که امینه یک دختر خردسال و خانواده‌اش از خانواده خودش تفاوت چندان ندارد. هنا در یک کتاب فروشی در واشنگتن کتاب‌های خود را امضا می‌کند و از آزمون‌های صحبت می‌کند که یک مسلمان نوجوان در ایالات متحده با آن مواجه می‌باشد. آنچه که اینجا اتفاق می‌افتد این است که متأسفانه رسانه‌ها صرف روی مسائل منفی تمرکز می‌کنند. ما تنها در مورد دهشت افغانی می‌شنویم. بدبختانه دهشت افغانی را با اسلام تشبیه می‌کنند. اینجاست که نظر مسلط مردم که از اسلام و همسایگان و دوستان مسلمان خیش زیاد نمی‌دانند، تنها از دهشت افغانی می‌شنوند. برای معلم یک مکتب یهودی این کتاب یک مجموعه جدید برای کتابخانه مکتب او شده می تواند. داستان ها می تواند در مورد سایر مردمان خیلی آموزنده باشد و درک ما را از مردمانی که از ما متفاوتند زیاد می سازد. با آشنایی با دیگران می توان دوستان جدیدی یافت و با هم صحبت کرد، اما بزرگترین آزمون این است تا اطفال را وادارید که کتاب بخوانند، زیرا در پی چیزی خواهند رفت که می دانند. اندلمان یکی از شاگردان کتاب را خوانده و چیزهای زیادی را آموخته است. من در مورد معابد و یا مساجد مسلمانان چیزی نمی‌دانستم که آنها را قبلا چی می‌گفتند. هنا خان می‌گوید که یافتن ناشر برای کتاب کار دشوار است، اما مساعی او بالاخره نتیجه داده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بیننده های عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مراسم به خاک سپاری پسر محمد اعلم ایزدیار معاون مشان و جرگه بعد از ظهر امروز در شهر کابل مورد حملات پیهم انفجاری قرار گرفت. البته وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تا حال جسد 4 تن و همچنان به تعداد 24 زخمی به شفاخانه ها انتقال یافته و گمان می رود که 2 تن از اجساد مربوط حمله کننده های انتحاری باشد. و از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته که مجموعاً تعداد زخمی شده ها و کشته شده ها در این حملات به 15 تن می رسد. اما از سوی دیگر رسانه های محلی افغانستان تعداد کشته شده ها را 18 نفر گفته است.
البته مظاهراتی که دیروز در واکنش به انفجار بزرگ در ساحه وزیر محمد اکبر خان مینا رخ داد، تبصره‌های متفاوتی را در پی داشته است. شمار این مظاهرات را بازتاب دهنده احساسات مردمی خوانده و برخی نیز به این باورند که مظاهرات دیروز مورد بهره برداری استفاده جویان سیاسی قرار گرفت. به هر حالش وقایع خونین مظاهرات دیروز به کجا خواهد انجامید و کیها در آن مقصر بودند؟ برای بحث روی این موضوع محمد رفیق فعال جامعه مدنی را با در استودیوی کابل با خود داریم که مهمان برنامه ما است. البته آقای رفیق سلام بر شما، خوش آمدین. سوال اولی که پیامد وقایع سه روز اخیر برای دولت چه خواهد بود؟ انفجار در وزیر اکبر خان، مظاهرات دیروز و امروز سه انفجار دیگری که صورت گرفت. سلام علامه صاحب، نخست سما سلام بر شما و همکار تکنیکی شما و بیننده‌های خوب صدای آمریکا، صدای آشنای آمریکا. علامه صاحب محترم، در راجع به حادثه خونین روز چهارشنبه باید بگیم که بیش از 400 زخمی داشتیم و بیش از 100 نفر شهید با جا گذاشتن این حادثه. و در اینجا ببینید که در اینجا باید حکومت توجه خاص میکرد در این مورد، در رابطه با تامین امنیت مردم افغانستان، خصوصا مردم کابل. در اینجا بعد از اینکه چنین حادثه اتفاق داد، در اینجا فاجعه انسانی رخ داد، در اینجا باید به شکل معمول مردم افغانستان باید دست به کار میشد در رابطه با یک موضوعی که فاجعه به بار آوردن. و در اینجا روز جمعه و پنجشنبه فعالان مدنی، اساتید مکاتب و جوانان نخبه در کابل اینا جمع شدن و از طریق یک تظاهرات مسلط‌آمیز دست به کار شدن که در اینجا تا یک بجه روز هم همین تظاهرات ما خوشبختانه مسلط‌آمیز بود. و در این بین جوانانی که یعنی افراد اشخاصی که فرصت طلب بودن، اینا خواستن که همین تظاهرات ما را برهم بزنن و در اینجا با امرای نیروهای امنیتی دفاعی ما درگیر شدن که با اونا با سنگ و با چوب و با امرای آنها دستگیر شدن و در مقابل اونها هم خواستن که عکس عمل را در مقابل مردم نشان بدن که او هم به خاتمه یافت که در اینجا 4 تا 5 نفر شهید دادیم و بیش از 11 نفر زخمی دادیم. بله، سوال پیدا میشه. شما گفتین که تعدادی از عناصر فرصت طلب بعدن مسیر یا مظاهرات را به بیراهه کشانیدن. این عناصر کیها بودن؟ آیا شما اونها را میشناسین؟ از طرف کی رهبری میشدن؟ خب با طبق معمول افراد اشخاصی بودن که ساکنین کابل بودن. در اینجا یعنی باور کنین که ما شخصا خودم که همی مظاهره را راندازی کرده بودم بیش از 500 نفر در کنترل خودم بود. و ای افراد اشخاصی که یعنی در اینجا دو گروه بود. گروه اول از ما بودن که ما میخواستیم که عدالت خواهی بکنیم و حکومت را نقد بکنیم و از حکومت بخواهیم که دیگه چنین عملات انتحار انفجار در داخل افغانستان، خصوصا در شهر کابل، قابل قبول برای مردم افغانستان نیستند. و در اینجا افراد اشخاصی که قبلا براتون عرض کردم که اینا در اینجا در داخل ما نفوذ کردن و ما خودمون هم قادر به این نشدیم که اینا را شناسایی بکنیم و اینا را تشخیص بکنیم. و در اینجا با طبق معمولی در کابل هی بخی به یک فرهنگ تبدیل شده. وقتی که یک مظاهره میشه، وقتی که موضوع عدالت خواهی به موضوع پرداخته میشه، در اینجا باز عناصری هستند که اونا از فرصت استفاده میکنن که چنین. آقای رفیق، وقت برنامه ما خاتمه یافت. ممنون از تشریف آوریتان به استودیوی صدای آمریکا در کابل. بخیر باشین. با پایان بخش دری برنامه امروز رسیدیم. همکارم احمد شکیب دوست در نیم ساعت بعدی تازه ترین ها را در بخش پشتو تقدیمتان میکنند. تا فردا خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز میکنند. به طولو چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو تا بی ساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا آشنای شما.
د آشنا تلویزیون دلن ما هم په پښتو خبرونو کې